معمولیت سیاسی محمد جواد ظریف درست مثل حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی برای جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. همونطور که معمولیت هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده بود. رد صلاحیت شد و در استخر فرح جان داد. ظریف حتی در مذاکرات ژنو در سال 2021 نیز نقشی ندارد. نظام سیاستمدارانی را که مدتشان منقضی شده ساکت و بدون کنش سیاسی میخواهد چون اسراری دارند که نباید در رقابتهای سیاسی فاش شود ظریف تنها در یک مصاحبه برای ثبت تاریخ شفاهی وزارت خارجه آن هم در زمانی که وزیر خارجه بود قاسم سلیمانی را با معرفی کردن تلویحی وی به عنوان عامل روزها به سطل زباله پرتاب کرد او در صورت دهان باز کردن میتواند همین لا را سر خامنه ای و اعضای شورای روابط راهبردی او یا شورای امنیت ملی و فرماندهان سپاه و سپاه قدس بیاورد از این جهت به ای آینده سیاسی درون رژیم ندارد و به احتمال زیاد به آمریکا مهاجرت خواهد کرد دانشگاه امریلند که از مقام های جمهوری اسلامی و سپاهیان در هر ظرفیتی استقبال می کند و شیفته انتشار نظرسنجی های سپاه پاسداران است به ظریف پیشنهاد دکترای افتخاری و استخدام داده است اما ظریف به آنها گفته فعلا دست نگاه دارد اکنون پرسش این است که ظریف در صورت تلاش برای خروج از کشور و اقامت در کشورهای غربی به کدام نوع از مقامهای پیشین تبدیل می شود؟ لابی فعال، مالکش فعال و راندخار یا منتقد بسیار لین با ممنوعیت خروج از کشور نظیر محمد خاتمی محمد جواد ظریف گسترده ترین شبکه را در ایالات متحده برای لابی جمهوری اسلامی در اختیار دارد وی هشت سال وزیر خارجه و بیش از دو دهه قبل از آن در دفتر جمهوری اسلامی در مان ملل در نیویورک مشغول به دروغگویی برای برای جمهوری اسلامی در کنار ارتباطگیری با سیاستمداران و توجه و مدیران رسانه‌ای و خبرنگاران آیی با عنوان دستیار مشاور و سفیر بوده است ظریف بیش از همه مقام های جمهوری اسلامی با نمایندگان کنگره و سناتورهای پیشین دیدار کرده است. نفوذ زیادی در دولت بایدن دارد و بخشی از کسانی که سیاست ایران را در وزارت وزارت خارجه آمریکا تعیین می‌کنند، بالاخص آنها که پیشینه ایرانی دارند، گوش به فرمان و طرفداران وی هستند. چون با عشق و علاقه در کارزار بایدن خدمت کردند تا روزی دوباره پای امثال ظریف را به نهادهای سیاسی آمریکا باز

اما ظریف همانند بسیاری از چهره های شناخته شده یه لابی جمهوری اسلامی در آمریکا به لابیگر تبدیل نمی شود چون ظرفیت وی بسیار فراتر از آنهاست به عبارت دیگر همین های مشهور خود دستیار ظریف بودند یکی از آنها که اخیرا به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی و دریافت پول برای لابی به نفع رژیم در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفت تنها یکی از کارمندان ظریف بود که در سمت پژوهشگر و تحلیلگر برای وزارت خارجه جمهوری جمهوری اسلامی کار میکرد کارکنان ظریف در این گروه لابیگری بسیار با اموالی که بنیاد علوی در اختیار داشته و مؤسسه های شیعی که در ایالات متحده کار, میکن... کار میکنند می کنند و همه از توجه ویژه ولایت فقیه با واسطه ظریف برخوردار بودند او دست بازی شکل دادن به شبکه خود داشته است اگر ظریف نقش پدرخوانده خوانده یا قطب لابی جمهوری اسلامی در ایالات متحده را بپذیرد مقامی دانشگاهی به وی اعطا می شود مثل اساس تید اسلام پناه دیگر همانند اختاب فرقه مریمیه یا سروشیه و غیره او نیز آماده پوشیدن ردا و عبا و خرقه و ردق و فتق امور سیاسی ولایت در آمریکا خواهد شد محمد جعفر محلاتی از همین سنف خرقه پوشان بود که با همون پست قبلی ظریف در کالج اوبرلین کرسی دانشگاهی گرفته است. ظریف در این حالت مثل آیات عزام دلارهای نقد دریافتی از صرافی را که از ایران می آیند یا از حسابهای بنیاد علوی به شکلی به دست وی خواهند رسید از زیر تشکچش در مسجد امام علی کوینز به پیروان و نزدیکان خواهد داد و آنها دست خواهند بوسید و بید و برای رسانه های جریان اصلی آمریکا مطلب خواهند نوشت یا اینکه در شبکه های تلویزیونی وابسته به همین جریان در دفاع از جمهوری اسلامی ظاهر خواهند شد. مقام های بالای رژیم به جنایت و سرکوب تا آن حد است که آنها حتی پس از تصمیم تصمیم به زندگی در خارج کشور به منتقدان نظام تبدیل نمی شوند صورت باید در برابر پرونده سیاه خود پاسخگو باشند یا مثل قاضی منصوری سوری از طبقه چندم هتل به پایین پرتاب خواهند شد در سالهای اخیر مقامات سابق و چهره های متعددی نخست در قالب یک اصلاح طلب از کشور خارج شدند اما به سرعت مدافع سرسخت خام و ایده های او تبدیل شدند تا هم خانواده های آنها از مزایای اختلاط با نظام برخوردار شوند و هم آنها بتوانند کسب و کارهایی را که در ایران دارند حفظ کنند ظریف در صورت امکان خروج از ایران از حیث ایدئولوژیک سرنوشتی بسیار مشابه این افراد خواهد یافت چون علاوه بر نوستالژی قرار داشتن در مناسب قدرت و برخورداری از مزایای آن در مدت چهاردهه نه تنها مدافع سرسخت نظام بوده بلکه در دوران وزارت خارجه دستگاه دیپلماسی را در اختیار دستگاه های امنیتی و سپاه قرار داده تا به ترور و سرکوب و جنایت در خارج تحت پوشش دیپلمات ادامه دهند ظریف می تواند سرنوشتی مشابه عطا مهاجرانی داشته باشد البته ظریف با مهاجرانی دو تفاوت دارد شبکه که در آرد و نیز مدرک دکترا و دانستن زبان انگلیسی که راهش را در, در دانشگاه ها باز می کنند. بسیاری از دانشگاه های آمریکا مانند مریلند و اوبرلین در سالهای اخیر بدون توجه به جمهوری اسلامی مقام های رژیم و سپاهیان سپاهیان را استخدام می اگر تشخیص علی خامنه ای و نهادهای امنیتی این باشد که ظریف در خارج کشور می تواند اسرار هویدا کند وی را ممنوع خروج خواهند کرد. ممنوع خروجی ظریف البته بر خلاف سید خندان که ممنوع خروجیش برای هوادارانش یک نکته مثبت به حساب می‌آید چیزی به ظریف اضافه نخواهد کرد نه تنها هیچگاه اصلاح طلب نبوده بلکه برای فرار از مسئولیت خود را به طور رسمی فرمانبر خامنه ای معرفی کرده است اگر طرح مجلس با عنوان ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی که شامل وزرا اعضای مجلس و معاونان وزرا می شود تصویب بگردد دیگر نیازی به ممنوع خروجی موردی ظریف نخواهد بود بر اساس این طرح مسئولان ارشد نظام تا سه سال پس از پایان مسئول مسئولیت اجازه خروج از کشور دارند مگر اینکه دارای مجوز از ناد، از نهادهای قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند این طرح در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده ممنول خروج کردن موردی ظریف نیز بسیار آسان است چون است چون برای فایل صوتی وی پرونده در دستگاه های امنیتی و قضایی و مرتبط کردن آن با خود ظریف تنها با تکان دادن سر قلم ممکن خواهد بود. بنا به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی تیمی شامل هیئت‌های تخصصی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و مرجع قضایی دارند روی این پرونده کار می‌کنند حتی اگر وزارت اطلاعات در این مورد هدف خاصی را دنبال نکند دو طرف دیگر خواهان قطع رشته های وزارت خارجه و دیپلماسی در آمریکا با ظریف هستند و با اشاره دولت رئیسی یا فرماندهان سپاه ظریف را در تله خواهند انداخت ظریف ممنوع خروج بر خلاف محمد خاتمی هیچ سرمایه سیاسی در میان منتقدان رژیم نخواهد داشت چون آنقدر دروغ درباره سرکوب های جمهوری اسلامی گفته و آنقدر دستش در پرونده های ترور و آدم ربایی در خارج از کشور آلوده است که نیروهای سیاسی سراغ وی نخواهند آمد او همچنین سرمایه سیاسی در میان ولایت نیز نداشته و نخواهد داشت چون آنها از منتقد برجام و روابط ظریف با, دم... با دم... دموکرات های آمریکا بودند. سرنوشت وی در ایران تدریس در چند دانشگاه و انتشار خاطراتش بعد از سانسور آن از طرف اطلاعات سپاه بعد از توافق برجام بخشی از اصلاح طلبان زلبان ظریف را به مقام مصدق ارتقا دادند بدون توجه به اینکه وی همیشه پادوی ولی فقیه بوده و به رغم ادعایش در باب اجتهاد در دیپلماسی سری هم در فعالیت های میدانی داشته است. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست